یه سوال دارم ازتون به نظرتون پیش از اینکه عطرهای مدرن عطرهای چوبی دودی اودی چرمی و فلان اینا وارد دنیای عطرسازی بشن مثلا 100 سال پیش یا حتی 60 70 سال پیش مردها چه عطرهایی میزدن؟ ها رو میدونیم معمولا عطرهای گلی میزدن و گل نماد در واقع عطر و نماد زیبایی و ادای احترام به طبیعت بود اما مردها چی میزدن؟ جوابشو من بهتون بگم در واقع جوابشو دونالد نیوتون ویلبر تو کتاب باخهای ایرانی و کوشهای آن قبلا گفته اطرای مردونه هم یه جورای گلی بودن و مردم علاقه شدید به اطرای گلی داشتن نقاشی دوره قاجار هم در واقع خاکی از همین روایته و امروز میخوام به همین واسطه اطر خاتون از مامرزا کازمیان رو با هم دیگه یه بررسی داشته باشیم دوستان سلام به کانال یوتیوب سمور خوش اومدین من کیوان هستم و امروز میخوام راجع به عطر خاتون از محمد رضا کاظمیان صحبت کنم تو خود رنگ خونی و اناری این عطر رو نگاه کنین این یک عطر فلورال محض یا سولی فلور هست که تقریبا سالهای اخیر کمتر کسی به اینجور روایه روی میاره چون یه جرأت و جسارت خاصی میخوام و در واقع اینجور روایه توی کلاس خاصی از بازار در واقع تعریف شده هستم میخوام یه اسپری از این عطر داشته باشیم فقط نگاه کنیم چیکار کرد کن؟ بلاتر هم قرمز میکنه خیلی جالبه و عطری که داریم راجع بهش صحبت میکنیم یه عطر سولی فلوره سولی فلور به معنی این که کلا رایحه گلی محسوش به کار رفته یعنی چی یعنی که یک یا چند گل توی محوریت اصلی این عطرها قرار دارن و سایر عناصر هم در واقع توی هویت دادن به این رایحه گلی به کار گرفته میشن محمد رضا کازمیان برای این از چند تا از نوتایی که توش به کار برده رو برامون معرفی کرده که من براتون میخوام نام ببرم در وهله اول اصل بیسکویت و وانیل و یک نوت کلی یعنی یک تعریف کلی به اسم دست گل که این دست گل خود شامل روز سفید، روز زرد، یاس، نرگس آ... چی بود اسمش؟ پیچ امینو دوله، هیاسیند که من دقیقا راستی بخوام همیشه قاطی میکنم این هیاسین چیه سوسن بود یا سنبول بود نمیدونم همینی که داری الان توی تصویر میبینی لطفا یکی کمک کنه من یادم بمونه کدوم یکیه چون همیشه یادم میره کدوم یکیه و نهایتا نوتای سبز یا گرین لیوز یعنی های سبز اینا مجموعه چیزایی هستن که توی این عطر در واقع به کار رفتن اون چیزایی که معارض کازمیان برامون معرفی کرده قاعدتا چیزهای بیشتری هم وجود داره پیش از اینکه بریم به بررسی این عط میخوام اینو بهتون بگم که اگر میخواید این عط یا هر دو از عطای معارض کازمیان رو تهیه کنین کافی از طریق لینک های ارتباطی که ما اون زیر توی قسمت دسکریپشن ویدیو براتون گذاشتیم با ما یا با من در واقع تماس بگیرین اینستاگرام تلگرام واتساپ یا ایمیل هر کدوم براتون راحته برای ما هم همونقدر راحته و از نحوه خرید نحوه ارسال و قیمت این عطر را میتونین اونجا مطلع بشین و دوباره پیش از اینکه بریم سراغ بررسی این عطر میخوام یه خاطره ای رو تعریف کنم از زمان راهنمایی دبیرستان خودم و این عطر رو در واقع بست بدم به اون خاطره خونه ای که ما قبلا توش بودیم اون زمان ها آشپزخونهش رو به جنوب بود و ظهر که میخواستیم در واقع بشینیم غذا بخوریم همیشه آشپزخونه پر نور بود میز ما هم در واقع در امتداد آشپزخونه طوری که شما الان پنجره هستیم میز به این صورت مستطیل کشیده در امتداد پنجره بود و پدر و مادر و دو تا برادر من بعد وقت تو رس بودم همیشه و آفتاب همیشه مورد عنایت قرار میداد چش منو تا دیگه بعضی وقتا چی دارم میخورم و یه بشقاب نور بود و <تص> اواخر اسفند که میشه روی این میز یه سری عناصر همیشگی بودن همیشه روی اون میز بودن مثل توستر که هیچ استفادهش نمی کردیم یا یه ظرف یه پیاله یه اصل که پدرم همیشه صبحونه باید اصل میخورد هنوزم یادت داره یه پیاله اصل میذاشت توی بشقاب آب آب برای این بود که ها نرن تو اون پیاله و این همیشه اون روی میز بود یه گوشه میز بود و مادرم هم عادت مادر داشت اواخر اسفند که در واقع با توی اون پر نرگس و اینا میشه این ها رو میچید هر روز می آورد اون یه گلدون شیشه بلند داشت میذاشون تو این آفتاب که می به این بدبختا ها میخورد. هم اصل بوش در می اومد اونجا یه بوی شیرین انیمالی که خاص داشت همین نرگسه دیگه اصلا میخواست بترکه انگار زیر آفتاب و ترکیب این دوتا یه حس شیرین فلورال خیلی خاص بود که نمیگه من خیلی خوشم میاد و تو این عطرم تا, هم... تا حدی وجود داره ولی خب چه خوشم بیاد چه خوشم نیاد یه قسمتی از خاطرات کودکی من رو در واقع به خودش اختصاص میده جدا از اون توی همون محله چند تا خونه پشت سر بودن که خوناشون دیواراشون نرده ای بود و از این نرده ها پیچ امین و دوله یا بعضا بهش یاس امین و دوله میگن آویزون بود همین گیاهی که الان دارین توی تصویر میبینین فکر میکنم همه تون در واقع تو این تجربه با من شریک باشین که ما اینا رو میکندیم گل برگاشو ترشم یه دونه قسمت گرد سبزش. اونا اونم میکندیم شیرش رو از توش از اون تهش میمکیدیم و حالا بعدا میگفتم مثل که شیرش برای یک سری بیماری های میدوی و فلان اینا خوبه حالا ما نمیدوستم. ما همجوری فقط فان اینو میخوردیم چیراشو و اواخر خورداد و اینا خیلی در میومد و خیلی بوی قدرتمندی داشتن اینا این دوتا خاطره رو من توی این عطر کاملا حس کردم حتی به خود مامرزا هم در واقع این دوتا رو گفتم و رایحه فلورال این عطر در عین حال که پختگی و شیرینی خیلی قدرتمند داره انگار که کلتون رو فرو کرده باشین توی بوته یاس و پیچ همینو دوله که تو هم دیگه پیچیده باشن و اونجا در داری... با نفس عمیق داریم، اون بوی تمام این سبزی شاخه ها و بوی اون زیبای این دوتا گل رو دارین میدین تو ریهاتون اصلا یه حس پیوریفاین یعنی تصفیه کننده بهتون میده این کار این کار یه ای بار تجربه کنیم با ما بچه بودیم از این کار زیاد میکردیم برسیم به رایه عطر رایه این عطر فلورال محضه یعنی کامل گلیه و هیچ اضافاتی نداره و به جز های گل شما یک فضای شیرین دارین که بیسکویت وانیل و اصل باشه که به این فضای فلورال یک هویت میدن و به اونها حس دست گلی رو میدن که پختگی و سرزندگی گلهای تازه شکوف زده رو بهتون القا میکنه و در کلیت اینها من اون چیزایی که اون گلهایی که بیشتر از بقیه حس میکنم نرگز و پیچ امین و دوله است و خیلی خیلی به صورت واقع گرایانه توی این عطر پیچ همینو دوله رو آورده نشون داده خیلی از بچه ها بودن یه زمانی دنبال پیچ همینو دوله میگشن توی عطر و خیلی کم استفاده شده خیلی همچین آبکی و غیر واقعی توی عطر بعضا دیده میشه جوملون یا دیور و فلان اینا یه چند تا نمونه از اینجور کارا داشتن ولی خب خیلی موفق نبودن انصافا این یکی خیلی واقعی یعنی فقط بوی گل نیست شما در عین حال که دارین بوی اون گل های کوچولو پیچ دلار رو حس میکنین در این شربتش هم می نوشین دقیقا اون حسابتون میده و جالبه جدا از این رایحه گلی من یه فضای یخی توش حس میکنم یعنی حس میکنم انگار مثلا بوی یخ توشه یعنی یه چیز خیلی خنک کننده توی شیرینی و گرمای این گله که یه حس امیدوارانه ای بهم میده نمیتونم تعریفی براش قائل بشم یا نمیدونم دقیقا چه نوتیه ولی خب یه حسیه که انگار از یک سبزینگی تر و تازه داره برمیخیزه و تو این عطر خود نمایی میکنه و هرچی از خیلی خوشم میاد و فکر میکنم باعث میشه در واقع این عطر یه حس خیلی چی میگن تو دل برو تری پیدا کنه اگر این نبود احتمالا یه خورده پخته و خیلی همچین چیز میشد اوورگراند میشد یعنی زیادی مثلا زیادی رو به گلی میذاشت و اینا اه, این باعث شده یه جوره بالانسش کنه اه, از نظر موندگاری و نشرب و این عطر رو بخوایم بررسی کنیم عطر که موندگاری خیلی زیادی داره اگر این عطر رو دارین یا اگه میخوایم بخرینش یادتون باشه از همین الان بهتون میگم اووردوز نکنین چون عطر خیلی قدرتمندیه و برسیم به استایل عطر خاتون مهمترین قسمت این عطر استایلشه چون استایل خیلی خاصی میطلبه نه که خیلی خاص و عجیب غریب نه عطریه که خیلی به ایرانی میخوره و فکر میکنم این هایی که در حال نمیدونم دقیقا چه اسمی براشون بذارم که نقوش و موتیف های فولکلور رو آوردن توی طراحی لباس مدرن و امروزی استفاده کردن و معمولا هم هنرمندا و اونایی که توی موسیقی سنتی کار میکنن رو با این لباس ها میبینید مثل مرحوم شجریان یا آقای کلغور و علیزاده و اینا اینجور چیزها رو توی کنسرت ها یا توی زندگی روزمره زیاد میپوشن تو عکساشون وقتی میبینین اینجور استایل شدیدا به این عطر میان یعنی عطریه که اون رنگای شارف و رنگای در واقع پر انرژی موتیف های ایرانی رو باید توی استایل باش هماهنگ کنین که بتونین رو ستش کنین اگه نه اونجور چیزا رو نمی پوشین سعی کنین اگر حتی سیاه می پوشین یه سیاهی باشه که مرده نباشه سرزندگی داشته باشه یعنی مهم اینه که استایلتون سرزندگی داشته باشه شاید خیلی به تیشرت نیاد چه برای خانم چه برای آقایون چون که وجنات و سلابت و سنگینی خودش رو میطلبه عطری نسبتا رسمیه خیلی کژوال حساب نمیشه چه برای خانمات چه برای آقایون و بیشتر یه حالت مجلسی فرمال و تشریفاتی داره در انتهای ویدیو نیاز یادآوری کنم دوباره اگر خواستین خاتون یا هر کدوم از عطر محمد رضا کازمیان رو تهیه کنین کافی از طریق لینک های ارتباطی که زیر این ویدیو توی قسمت دسکریپشن یا توضیحات درج کردم با ما تماس بگیرین و از نحوه خرید، نحوه ارسال و قیمت این اطراف مطلع بشین. اینستاگرام، تلگرام، واتساپ یا ایمیل هر کدوم براتون راحته برای ما هم اوکیه. با ما باشین در سمور با اطراف و دیگه فعلا